مساف سلاح جدید برای ارگان‌های چهارگانه ارتش ایران. جدیدترین اسلحه ساخته شده که صنایع وزارت دفاع در ایران جایگزین جسه های نیروی زمینی ارتش می شود. سلاح سازمانی ارتش تغییر پیدا خواهد کرد. سلام و عرض ادب خدمت تمام همراهان همیشگی کانال پارتیزان پلاس. ما امروز اومدیم با یه برنامه دیگه از معرفی مهمترین سلاح ها و حوادث نظامی دنیا تا اونا رو برای شما بررسی کنیم. برنامه امروز ما در رابطه با بهترین اسلحه ساخت داخل استش، اسلحه‌ای که قرار جایگزین جسه در ارتش ایران بشه. پس لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید. قبل از شروع برنامه ازتون میخوام که ما رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین تا بهمون انرژی بدین. اگر هم سوال یا درخواستی ازمون دارین حتما توی کامنت ها بهمون بگین. در زمان رونمایی از این اسلحه، بسیاری از کارشناسان مسائل نظامی در زمان رونمایی از سلاح مساف اونو شبیه به سلاح HK416 ساخت کمپانی هکلر و کوخ آلمان میدونستن که درستن بود، چون در سالهای قبل ایران چند قبض از این سلاح رو برای نیروهای مسلح خودش خریده بود و با روش مهندسی معکوس در تلاش بود تا نمونه بومی اونو بسازه. این سلاح آلمانی به سفارش ارتش ایالات متحده آمریکا و برای جایگزینی سلاح‌های M16 و M4 ساخته شد، چرا که هر دو سلاح که تولید داخلی ایالات متحده هستند در میدان نبرد ضعف بسیاری از خودشون نشون دادن و اونا نیاز به سلاحی داشتن که در شرایط مختلف آب و هوایی کاربرد داشته باشه. آلمانی‌ها پیشتر تونسته بودن این مشکل رو با ساخت سلاح G36 حل کنن و به همین خاطر کارشون رو روی سلاح M4 آمریکایی آغاز کردن و سیستم فشار غیر مستقیم گاز باروت رو روی اون نصب کردن، به این شکل که بخش زیادی از گاز حاصل از احتراق باروت درون فشن که با اون مکانیزم سلاح فعالیت میکنه از سلاح خارج میشه. این موضوع در کشور ما هم که شرایط آب و هوایی گوناگونی داره بسیار مهم بود و به همین خاطر در ساخت مساف از این تکنولوژی استفاده شد. این سلاح بدون خشاب وزن 3 کیلوگرمی و با خشاب وزن 3 کیلو و 200 گرمی داره که نسبت به سایر سلاح‌های موجود در کشور بسیار سبک‌تره و این خودش یه مزیت ویژه محسوب میشه. البته باید به یاد داشته باشیم که به غیر از اسلحه که باید با شرایط یکی باشه، نیروهای مسلح دنبال یک سلاح کاملا جدید و بومی برای جایگزینی با اسلحه قدیمی جسه بود. از طرف دیگه خشاب اسلحه مساف هم سبک و وزنی 200 گرمی داره که این باعث کاهش وزن سلاح شده و این یک گام بسیار مهم در زمینه افزایش کارایی سلاح محسوب میشه. وزن کمتر یعنی راحتی بیشتر برای نیرویی که از اون اسلحه استفاده خواهد کرد. برای استفاده از سلاح و از طرف دیگه توان حمل مهمات بیشتر بدون افزایش کلی بار همراه نیرو مورد نظر نیروهای مسلح بوده است. سلاح مأساف از گلوله‌هایی با کالیبر 5 و 56 میلیمتری بهره میبره و با خشاب‌های 20 و 30 تیره تغذیه میشه. نواخت تیر سلاح مأساف در حدود 700 الی 1025 گلوله در دقیقه و برد مؤثر اون در حدود 350 متر هستش. سرعت دهانه گلوله هم بین 850 الی 950 متر بر ثانیه است. حالا بریم سراغ ویژگی‌های اسلحه مأساف و اونا رو به صورت اختصاصی بررسی کنیم. ویژگی بارز مساف نوع لوله اون استش. لوله این سلاح بر اساس طراحی همر فورجد یا اصطلاحاً چکشکاری ساخته شده و از توان مقاومت و عمر بسیار بالایی نسبت به لوله های عادی برخوردار. عمر بالاتر یعنی باقی موندن بیشتر در میدان نبرد و همچنین هزینه کمتر برای تعمیر سلاح. گلوله ها در لوله مساف از ششخانه راست گرد برای شلیک استفاده می کنن. از دیگر ویژگی های این سلاح مکانیزم گلنگدن امبید اکستروس هستش که امکان استفاده آسون از سلاح رو هم برای کاربران چپ دست و هم راست دست فراهم می کنه و همچنین قنداق تلسکوپی با توان تغییر اندازه با توجه به اندازه بدن کاربر و همچنین نصب یک دو پایه در جلوی سلاح از جمله دیگر نکات مثبت موجود در طراحی این سلاح به شمار میاد. حالا که تا اینجای برنامه اومدین ازتون میخوام که ما رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین تا بهمون انرژی بدین. خب بریم سراغ بکارگیری این سلاح در سازمانهای رزم کشور. در سال 1398 عکسی از صبحگاه تیپ 65 نوهد منتشر شد. این صبحگاه که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شده بود در دست تکاوران نوهد اسلحه مساف دیده شد که نشان از تحویل اون به این تیپ بود. اما مشخص نشد که آیا این سلاح برای جایگزینی اسلحه های قدیمی این نیرو تحویل داده شدند یا خیر.
اما به احتمال زیاد به دلیل اینکه نخبه ترین نیروهای ارتش در این تیپ هستند، به احتمال زیاد این اسلحه برای تست تحویل این تیپ شده است تا نقاط ضعف و قوت اون مشخص بشه. همچنین بجز تکاوران نوحه در دست تکاوران SBS نداجا و نوپو همین اسلحه دیده شد. اما بعد از رونمایی اسلحه مساف نمونه دوم اون رونمایی شد به نام مساف 2 که نمونه بهینه سازی شده و احتمالاً نمونه اصلی و آخر این اسلحه هستش. و اما بخش آخر تفاوت اسلحه مساف 1 با 2. مساف 2 از کالیبر 7.6 میلیمتری استفاده میکنه. در گذشته هم خبر از دو کالیبر بودن این اسلحه بود و اکنون در کالیبرهای 5.56 میلیمتری و 7.62 میلیمتری این اسلحه تولید شده. اما به نظر میرسه نسخه دوم که رونمایی شده نمونه نهایی شده مساف در کالیبر 7.62 میلیمتری. تفاوت ظاهری نسخه 7.62 میلیمتری مساف با نسخه 5.56 میلیمتری در قنداق و لوله‌های بزرگتر و همچنین خشاب صاف و بزرگتر در نمونه 7.62 میلیمتری مساف. اما خب جدیداً هم خبری از بکارگیری سری مساف‌های جدید در نیروی هوایی ارتش به گوش رسیده و گویا در سازمان رزم نیروی هوایی ارتش این اسلحه به کار گرفته میشه. البته به جز تیپ های نوهد و SBS هم این اسلحه دست تکاوران تیپ 35 واکنش سریع ارتش هم بوده. البته باید بگیم که بعد از ارزیابی ها این اسلحه پس داده شد. پس میشه نتیجه گرفت که مساف هم کم کم وارد سازمان های رزم خواهد شد و جایگزین اسلحه های قدیمی ارتش مثل جسه خواهد بود. اما خب زمان جایگزینی مهمه و حدوداً 5 سال طول خواهد کشید. خیلی ممنون که تا انتهای این برنامه همراه ما بودین. لطفاً اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردین حتماً این کارو بکنین و با لایک کردن این ویدیو به ما انرژی بدین. اون زنگوله رو هم بزنین تا هر وقت ویدیوهای جدیدی گذاشتیم جزو اولین نفراتی باشین که اونو میبینین. اگر هم سوال یا درخواستی ازمون دارین حتماً توی کامنت‌ها بهمون بگین. و اینکه تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.